آستان مقدس عباسی از خبرنگارانی که در پوشش مراسم امسال اربعین حسین علیه السلام شرکت کردند تقدیر کرد. علی بدری رئیس بخش اطلاع رسانی آستان عباسی در حاشیه مراسم تقدیر در گفتگو با خبرگزاری اخبارشیعه گفت اگر تلاش‌های این خبرنگاران نبود بسیاری از مردم جهان نمی‌توانستند حضور میلیونی مردم در مراسم اربعین را ببینند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سخنرانی خود در اجلاس تحول آموزش در مقر این سازمان در شهر نیویورک آمریکا و با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان هشدار داد که آموزش و پرورش در جهان با یک بحران عمیق روبرو است. وی تغییر نظام‌های آموزشی کنونی با هدف حفاظت از حق آموزش مناسب برای همگان به ویژه دختران را خواستار شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از نحوه برخورد مسئولان اردنی با مخالفان سیاسی این کشور انتقاد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد مسئولان اردن طی 4 سال گذشته ظلم بسیاری در حق مخالفان سیاسی و شهروندان عادی این کشور مرتکب شدند. احمد تمیمی از فرماندهان 8 شعبی عراق تاکید کرد که این نیروها 5 ضربه مهم به گروه تروریستی داعش در ایام اربعین حسینی در استان دیالی وارد کردند. وی با تاکید بر اینکه عناصر داعش در جریان مراسم اربعین نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند گفت استان دیالی یکی از استانهای مهم در طرح امنیتی ایام زیارتی اربعین در سطح کشور عراق بود زیرا بیش از 220,000 زائر از کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان و آذربایجان از این استان عبور کردند. نشریه فارن پالیسی در گزارشی درباره پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات اخیر سوئد نسبت به احتمال شکل‌گیری یک اروپای افراطی راستگرا بعد از افزایش قدرت راستها در مجارستان، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپای دموکراتیک اظهار نگرانی کرده است. گفتنی است در سالهای اخیر بیشتر اقدام‌ها و موضع‌گیری‌ها علیه اسلام و ضد مسلمانان در اروپا توسط چهره‌های راست افراط‌گرا انجام شده است. کمپین مقابله با اسلام هراسی در فرانسه از توهین مسئولان یکی از مدارس این کشور به 2 دانش آموز محجبه خبر داد. گفته می‌شود در اعتراض به این اقدام توهین‌آمیز در مدرسه دی بیاس کمپین مقابله با اسلام هراسی در فرانسه به شدت نسبت به این رفتار اعتراض کرد و خواستار بازخواست و برخورد با توهین کنندگان شد.